سر از روز دوشنبه کارزار 4 روزه واکسن پولیو در ساحات آسیب پذیر ولایت هرات آغاز می گردد. مسئولان اداره صحت عامه هرات از ثبت نخستین واقعه مثبت ویروس پولیو در کشور ابراز نگرانی کرد و می گویند در این دور قرار است که 278 هزار طفل زیر 5 سال واکسن دریافت کنند. با این حال شهروندان هرات از عموم مردم می خواهند که با 2 قطره واکسن پولیو اطفالشان را از خطرات این ویروس در امان نگه دارند. به دنبال ثبت اولین واقعه مثبت پولیو در کشور، مقام های صحی هرات کارزار حمایتی واکسن پولیو را در ساحات آسیب پذیر چون ولسوالی شندند و مناطق مهاجر نشین و شهر هرات را اندازی کردند. مسئولان صحی میگویند سر از روز دوشنبه 25 ماه سور کارزار تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه عملا آغاز و 278 هزار طفل زیر 5 سال واکسن دریافت میکنند. کمپاین واکسین پولیو در شهر هرات ولسوالی شندان و کمپاین مهاجرین که مربوط به ولسوالی انجیل است برای 3 روز کمپاین در اینجا تطبیق بشه و اطفالی که قرار است برای از اونها واکسین برسه تعداد از اونها 278 هزار طفل زیر 5 سال است که توسط تیم هایی که قبلا آموزش دیدن تحت پوشش خدمات معافیتی قرار خواهد. در همین حال علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال است که واقعه مثبت پولیو در حوزه غرب کشور ثبت نگردیده، اما باز هم گردش ویروس پولیو در جنوب و شرق کشور مقام های صحی این حوزه را نگران ساخته است. آنان میگویند علاوه بر اینکه کارزارهای واکسن پولیو را راه اندازی میکنند، هر ماه از فاضلاب شهر نمونه محیطی میگیرند تا این ویروس در این حوزه شیوع پیدا نکند. از 2 موقعیت مختلف شهر به صورت ماه 2 دفعه ما سمپل اخذ میکنیم و ای که خدای نکرده نشه یک وقت زمان بزرگ سالها به عنوان ناقل عمل بکنن و ویروس در محیط پخش بکنن که ما مدت زیاد است که ما چرخه ویروس را هم در محیط نداشتیم. در طی سال جاری در ولایت فرا و همچنان ولایت غور هم بحث انوایرمنتال سمپل یا سیستم کانالیزاسیون یا سیستم فاضلاب شهر نمونه به گیریر انجام دادیم که الحمدلله در این 2 ولایت هم ما چرخه ویروس در محیط نداشتیم. با این حال برخی از شهروندان هرات از شروع کارزار واکسن پولیو استقبال کرده میگویند 2 قطره واکسن باعث جلوگیری از فلج شدن یا مرگ اطفال میگردد. آنان از مردم میخواهند که اطفالشان را واکسن کرده و جان آنها را از خطرات ویروس ساری پولیو در امان نگه دارند. اولین کسی ما هستم در هرات که امروز برای افتتاحیه 2 بچه خود محمد الیاس و محمد شعیب آوردیم که در مقابل پولیو ویروس واکسین کنم. از تمام اطفال مادرای عزیز خود خوشمند هستم که اطفال خود واکسین کنه در مقابل پولیو وحشی. اما امی دیروز بود، اگر امروز بود، از طریق وزارت صحت عامه امارات اسلامی ما شنیدیم که یک فلج اطفال یک ثبت شده به او شرق افغانستان به جلال آباد که میگم. باز هم ما نگرانی پریشونی داریم که این زوری بیشتری نکنه به دیگه ولایت های افغانستان سرایت نکنه، از ولایت های افغانستان به اطراف بساب از یک ولسوالی ها و قرا و قصابات از این هشه. گفتنی است که در سال 2023 میلادی اولین واقعه مثبت پولیو 2 روز قبل در ولایت ننگرهار به ثبت رسید و گزارش این واقعه هشدار گردش پولیو و خطر ابتلا به آن در کشور را افزایش داده است. این در حالی است که در سال گذشته میلادی نیز 2 واقعه مثبت ویروس فلج اطفال در پکتیکا و کنر گزارش شده بود.